در تهران میگویند پاتوقشان اینجاست مولوی شوش هرندی پلیس آنها را معتادانه متجاهر مینامد متجاهر صفتی است که در قوانین جمهوری اسلامی برای معتادانی استفاده می شود که به طور آشکار و در ملع عام مواد مخدر مصرف می کنند. تقریبا در همه شهرها هستند. از ماه پارسال آمار تقریبی این افراد در کل کشور بیش از 65 هزار نفر اعلام شد. معاون اجتماعی استاندار تهران میگوید 50 درصد معتادان متجاهر کشور در استان تهران به سر میبرند. سخنگوی شورای شهر تهران به تازگی گفته بیش از 20 هزار نفرشان در نقاط بیدفاع پایتخت زندگی می کنند. احتمالا منظور حاشیه شهر است. افزایش حاشیه نشینی و بیکاری دو علت زیاد شدن تعداد معتادان متجاهر ذکر شده. وزیر کشور در جلسه ای با حضور استانداران سراسر کشور با آنها دستور داده تا آخر تابستان امسال این معتادان را جمع کنند. احمد وحیدی گفته معتادان متجاهر به چهره عمومی شهرها آسیب میرسانند و برای امنیت خطرناکند. پلیس معمور جمع آوری آنهاست. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم 35 سال است که در ایران فعالیت می کند. مراکز درمانی هم 20 سالی از آغاز کارشان می گذرد. اما برنامه دولت برای رسیدگی به وضعیت این شهروندان چیست؟ آیا راهکارهای موجود در درمان و بازگرداندن مجدد این معتادان به جامعه نتیجه داده؟ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ضعفهای قانون می گوید. قانون گذار اومده گفته که این معتادین متجاهر رو شما ببرید یک تا سه ماه اینها رو درمان بشه اگر نشدن یک دوره دیگه تمدید بشه یعنی بعد از فرایندهای طولانی حد اکثر شیش ماه قانون ما هم همینه میگه میگه معتاد ملزم است بره خودش درمان بکنه اگر درمان نکرد و تجاهر به اعتیاد کرد مجرمه حالا من میگم چرا شما عدد میذارید مثلا یک کسی بیماری مثلا دیابت داره فشار و خون داره خب شما میتونید بگید ظرف دو ماه باید این درمان بشه یک ماه باید درمان بشه مشکل دیگری که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح می کند ساماندهی خورده فروشان است اسکندر مؤمنی میگوید تا خورده فروشان جمع آوری نشوند این چرخه ادامه پیدا می کند در سطحی وسیعتر ایران به خاطر همسایگی با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است در مسیر ترانزیت این مواد قرار دارد نداشتن تجهیزات مدرن برای مبارزه با قاچاقچیان از مشکلاتی است که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مقصر آن را کشورهای غربی و تحریم‌هایشان می‌داند یعنی تجهیزاتی که ما در مبارزه با مواد مخدر نیاز داریم الان تجهیزات ما بعضا بالا نسلهای قبل ما الان نسلهای جدیدی اومدن که بسیار از قاچاقچیان شد تجهیزاتشون از ما بهتر باشه ما داریم برای شما کار میکنیم شما ما رو تحریم میکنید وجود دستگاه های متعدد متولی رسیدگی به وضعیت این معتادان و ضعف در هماهنگی بین آنها از مشکلات دیگر است تاکید دولت بیشتر بر مردمی سازی مبارزه با مواد مخدر است در چرخه درمان، بازپروری و ایجاد اشتغال برای معتادان هم چشم امیدش به کمک های خیرین است. حالان که با افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی راه های درمان معتادان پیچیده تر شده و رسیدگی به این آسیب بزرگ اجتماعی نیازمند بازنگری در قوانین و مشارکت جدیتر دولت است. مهدی بیگی، رادیو فردا